در آلمان اتفاقی رخ داد، 4 تروریست دستگیر شدن، یکی از اونها در پاریس دستگیر شده بود پیشاپیش و او لو داده بود بقیه اعضای گروه رو. اینا کسانی بودند که توسط داعش از سوریه با سفارش انجام عملیات انتحاری به آلمان اعزام شده بودند. دستگیری ها در برلین صورت گرفت، اما اونا میخواستند شهر قدیمی دوسلدورف رو که یکی از زیباترین مناطق اروپاست اونجا رو نابود بکنن با عملیات انتحاری پیاپی، یعنی یک پروژه تروریستی عظیم و بزرگ. این قسمت قدیمی شهر دوسلدورف در ایالت نوردرن‌وستفالن واقعا هم زیباست و تکچه تکچه تاریخ رو در این شهر میبینید. قصد داشتن که این شهر رو نابود بکنن، بخش قدیم شهر رو همینطور که گفتم با عملیات تروریستی انتحاری. اما اون چی که جالب توجهه و اسباب حیرت و ترس مردم شده در آلمان این که افراد اعزامی داعش در کنار پناهجویان زندگی میکردن. امروز یه مصاحبه صورت داده بیلد با کسانی که با اینا هم اتاق بودن، در کنار اینها زندگی میکرد، یکیش همینی که تست چهرهش رو پوشاندن برای اینکه انتقام ازش انتقام گرفته نشه. و داعش توانسته عوامل نفوذی خودش رو، سلولهای خودش رو در درون کوی پناهجویان در اروپا جا بده و به موقع از اونها استفاده بکنه. اما این یکی از تروریست هایی است که دستگیر شده. نگاه کنید، او رو پوشوندن برای اینکه چهرهش مشخص نشه و پلیس داره او رو از محل اختفا بیرون میاره. نکته جا این کویی است که تروریست ها در این زندگی میکردن. البته یکی از اونها، اینا پراکنده هم بودن ولی با هم در ارتباط بودن. جمعاً گفته میشه که 10 تن قرار بوده در این عملیات شرکت بکنن. یکی از تروریست ها به پاریس رفته و عملیات رو لو داده، طرح رو به پلیس فرانسه لو داده. آلمان ها به نظرم خیلی شانس آوردن. اما نکته جالب توجه اینی که پلیس آلمان، پلیس امنیتی آلمان از 1 سال پیش در جریان این پروژه بوده، قدم به قدم اینا رو تعقیب کرد، قدم به قدم مجموعه عواملی رو که اینها بهش در ارتباط بودن همه رو شناسایی کرده. درست در لحظه ای که دقیقه 90 که قرار بوده پروژه پیاده بشه همه رو دستگیر کردن. آقای عزیز، به نظر میرسه که اروپا وضعیت خطیری پیدا کرده. اینکه داعش توانسته، میگم فقط به تنهایی در آلمان 348 پرونده وجود داره در این زمینه، 45 تاش به 45 پرونده رسیدگی شده، اعضا گرفت دستگیر شدن ولی بقیه کماکان مفقودن. در ضمن از مجموعه پناهجویان 300,000 نفر گم شدن. من نیست که چه کار میکنن، کجا هستن، در کجا لانه کردن. چیه نظرتون؟ عرض کنم که ببینید، در آمریکا وقتی 11 سپتامبر پیش اومد، خب یه تهدیدی بود که از خارج آمریکا وارد شده بود، یعنی تروریست‌ها از آمریکا، بیرون از آمریکا بودن. درسته اینجا بعضی‌هاشون اومدن آموزش خلبانی دیدن، ولی نشون میداد که سیستم اطلاعاتی آمریکا ضعف‌های زیادی داره. طبیعتاً همیشه ضعف اطلاعاتی ناشی از ضعف سیاسی هم هست، یعنی اینکه کسی خطر رو نبینه یا دست کم بگیره از نظر سیاسی، خب سیستم اطلاعاتیش رو کوک نمی‌کنه مطابق اون خطر. بنابراین واقعی 11 سپتامبر در آمریکا ضعف‌های سیاسی و اطلاعاتی آمریکا رو نشون داد. چند سال طول کشید تا اینها اومدن سیستم جدیدی رو پای نهادن، اومدن به وزارت امنیت داخلی رو درست کردن تا بتونن این نهادهای اطلاعاتی با هم همکاری بهتری داشته باشن و کل دستگاهشون هم کوک کردن به طرف تهدیدات تروریستی. برخلاف تا میزان زیادی هم موفق شدن که از عملیات تروریستی در آمریکا جلوگیری بکنن، لااقل تا الان اینطور بوده. در اروپا این تحولات که شده، یعنی این گروه های تروریستی وابسته به داعش و اینها که اومدن، به اعتقاد من بسیار خطرش گسترده تر و پیچیده تر از اون چیزی که آمریکا رو تهدید میکرد. تازه سیستم های اروپایی ضعف های بسیار زیادی داره، به خاطر که درست برخی از کشورها مثلا فرانسه به طور مشخص، بعد انگلستان یا آلمان و
در درجات کمتری ایتالیا سیستم های کهنه‌کار قدیمی اطلاعاتی دارن و جدی هم هستن. ولی خب میدونید اروپا دیگه مرز نداره، اروپا هیچش مرز نداره. این عدم هماهنگی بین توانایی های مثلا بلژیک و برخی کشورهای دیگه با کشورهای مهمتر مثل فرانسه و آلمان، یکی هم این که کلن این دستگاهی که بوده تا الان کوک بوده رو سیستم قدیمی، رو این تهدید جدید و گسترده کوک نشده بوده. چند سال طول میکشه به اعتقاد من اینا تا خودشون رو تطبیق بدن، حتما ضربات متاسفانه خواهند خورد مجددن، ولی خطر بسیار جدیه و هم امنیت رو تهدید میکنه در این کشورها، هم میتونه این تروریسم رو صادر بکنه به حتی آمریکا، میتونن بیان آمریکا این تروریست رو از طریق اروپا، و مهمتر از همه ابعاد غیر امنیتی یعنی ابعاد اقتصادی و تجاری داره. توریست کمتر خواهد شد، ضربات بسیار زیادی به اقتصاد خواهد زد. اینا بسیار مسائل جدی هستن که همه هم ناشی از به اصطلاح بحران‌های خاورمیانه است که خود اروپا بهش بی‌توجه بوده. کاملا. دوباره تعداد زیادی توی دریا غرق شدن، در میان ما شمار زیادی بچه. یادم پیکر یک بچه رو روزی روزگاری در سواحل ترکیه پیدا کردن، چه جنجال، دنیا تکون خورد. اما حالا دیگه دنیا براش عادی شده. روزی صدها نفر گاه توی مدیترانه غرق میشن و میمیرن، ککی کسی هم دیگه نمیگزه. بشر داره به تراژدی عادت میکنه، بشر داره به تراژدی عادت میکنه، مخصوصا مردمان کشورهای متمدن دنیا. و این به نظر من خطر جدیه. همین الان ترکیه تصمیم گرفت که جلوی ورود پناهجویان سوریه رو بگیره دم مرز. الان پشت دیوار مرزی ترکیه 100,000 نفر اجتماع کرد در شرایط بسیار بد و سطح بر رو بیابان. همینطور که در هفته گذشته ملاحظه کردید با آقای دایی مشترکاً تصمیم گرفته شد که این برنامه روزهای جمعه به 3 بخش تقسیم بشه. در هر منزل شما میتونید شرکت بکنید، نظرتون رو به ما در میان بگذارید، حتی گزارشی درباره کیفیت صدا و تصویر تلویزیون، چون ما روی ماهواره جدید قرار گرفتیم، ماهواره گالکسی 19 که مشخصاتش بر صفحه تلویزیون میاد. هر حال شماره تلفن استودیو هم خواهش می‌کنم آقای شهرتی بر صفحه قرار بدید. شماره این شماره استودیوس، میتونید با ما تماس بگیرید. در این زمینه چند دقیقه وقت دارید، نظرتون با آقای دایی در میان بگذارید، پرسش از ایشون دارید مطرح بکنید. شماره 818-342-3031. فقط بگیرم میخوام دوباره تکرار بکنم این توصیه همیشگی رو که سعی بکنید به حداقل واژه سخن بگید، به حداقل واژگان ادای مقصود کنید. کار دشواری هم نیست، چند بار تمرین بکنید این اتفاق میفته. خب آجایی، اما بریم بر سر رضا زراب. رضا زراب پیش که تبدیل به یه قضیه پیچیده داره میشه، تئوری های متعدد هم وجود داره، از جمله اینکه ایشون احتمالا تعامل کرده با آمریکایی ها، یک، برای همین سفر به آمریکا رو در واقع سفر به آمریکا رو انتخاب کرد که بیاد به اینجا، چون جانش در ترکیه در خطر بود. در ضمن چون از شرکای بابک زنجانی است، به نظر میرسی که جمهوری اسلامی هم در به در بر پی اوست، چون بخشی از پول بابک زنجانی نزد اوست. اما یه تئوری دیگه هم هست که میگه مافیای ترکیه قصد جان او رو کرده بوده. میخوام ببینم که شما به چه نتایجی رسیدی. از کنم که خب هنوز که مشخص نیست، همین تئوریایی که میفهمید نظریه ها هست که کدوم اینها هست، بیشتر به این سمت هستش که از جان خودش میترسیده، به آمریکا اومده، معامله کرده. به معنا نیستش که آزادش بگذارن هر کار خواست اینجا بکنه، نه، تحت فشارش قرار خواهند گذاشت تا پرونده تموم بشه. چون اونا وقتی که بهش میگن پلی بارگین، وقتی که سازش میکنن با قوه قضاییه، با دادگاه، با دادستان، اینها باید یه پروسه رو برن، تمام اطلاعاتشو بده، همکاری کامل که کرد این رو به اطلاع دادگاه میرسونن، اون محکومیت کمتری که در نظر گرفتن رو بهش خواهند داد. بنابراین فعلا در مرحله فشار هست. ولی ببینید از سه زاویه باید نگاه کنیم. مسئله پرونده زراب، بابک زنجانی و کلا این که این شبکه و شمس که شریک زنجانی بوده، این شبکه کلا اینا بخش کوچیکیشونن، عده زیادی بودن در آسیا، در ترکیه،
در بلاروس و جاهای مختلف، تاجیکستان، جاهای مختلف، اینا تحریم ها رو دور میزنن. از سه زاویه باید نگاه بکنید. یکی این که الان دعوای جدی بین دولت روحانی و سپاه هست بر سر قراردادهای مهم اقتصادی، پروژه های نفتی و غیره. روحانی برای اینکه میخواد سرمایه گذاری خارجی ها رو جلب بکنه، تلاش میکنه سپاه رو کمی عقب برونه. تا الان زیاد موفق نبوده، ولی تلاش خودش رو داره حسابی میکنه. این داستان پرونده زنجانی و زراب گوشه از اون دعوا هم هست. یعنی اینکه فشار آورد دولت روحانی به ترکیه برای پس گرفتن زنجانی، برای اینکه ببینن ماجرا چی بود، چقدر پول اونجا مونده، چون میدونستن این شبکه زنجانی و زراب با سپاه وصل بوده، با باند خامنه‌ای وصل بوده. این فشارا رو می آوردن برای همین، برای همینم میخواستن سریع زنجانی رو اعدام کنن که دخالتایی که روحانیون کردن نگذاشتن فعلا. بنابراین این دعوای اینها خطر جانی برای زنجانی داشته. احتمالا یکی از تعداد که حس میکرده همین سپاه دستگیریش با فشار دولت روحانی یا کشته شدنش توسط سپاه بوده. این یه بخش قضیه. بخش دوم همونطور که فرمودید ترکیه است. ترکیه در جریان زراب تحریم رو دور میزده، خلاف میکرده. آمریکا بخشش رو میدونسته، بخشش رو نمیدونسته. الان این پرونده زراب و حرفایی که میتونه بزنه، افشاگریایی که میتونه بکنه، کلی میتونه برای ترکیه مسئله ساز باشه. بنابراین خطر از جانب ترکیه هم بوده. و سومیش که به نظر من خطر کمتری بوده، ولی خطر بوده برای زراب، همواره بوده و فکر کنم به این پناه آورده، به این خطر کمتر، و اونم آمریکاست. نقشی که زراب در دور زدن تحریما داشته، اینو بالاخره اگه در خارج بوده یه جا دستگیرش میکردن و میتونست زندانی بسیار طولانی بهش بدن، چه بسا معامله کرده که زندانی کمتری بگیره. در ضمن از اون دو خطر دیگر، یعنی ترکیه و سپاه هم، جمهوری اسلامی و در از سپاه هم دور باشه. من اینطور فکر میکنم. تشکر میکنم. بفرمایید قربان. خیلی ممنون از برنامه. میخواستم بپرسم که این داعشی ها رو کی، کدوم کشور ها بهشون کمک میشه که اینا اینقدر قدرت دارن میتونن برن کشورهای دیگر رو خراب کنن؟ اینا کیا پشتیبانشون هستن؟ شما از کجا زنگ میزنید؟ من نیوجرسی. نیوجرسی. تصویر و صدای ما رو خوب دریافت میکنی؟ الان خیلی خوبه، ولی دو سه روز بود که اشکال داشت. اشکال داشت، بله. قطع میشد اینا، الان ولی الان خیلی خوب. خیلی خوشحالم. تشکر میکنم از شما. قربونتون برم. خب این تلفن هم جواب بدید. درود آقای درود بر شما، بفرمایید. آقای میگوی اوقاتتون بخیر. قربان شد اوقات شما بخیر. آقای دایی خواهش می‌کنم یادداشت بفرمایید اون سالایی که کردن. بله بفرمایید. درود بر شما. من با آقای دایی و بیننده هاتون، من سوالم از آقای دایی اینه که ببینید، خب آقای دایی بیشتر فوکوسشون روی اختلافات و شکافایی که بین رژیم ایجاد شده یا میتونه در آینده بشه، ولی از اون طرف هم غیر از اینکه ما خب راجع به رژیم افشاگری میکنیم، این نقشی هم خود اپوزیسیون به صورت تشکیلاتی میتونیم داشته باشیم. با مثال اون دوست عزیز مبارز و به اصطلاح تحت کردم، اون دکتر حسین لاجوردی چند هفته ایه که یه برنامه در تلویزیون اندیشه با نام آینده ایران ایشون آورده و میخواد که همه احزاب و حالا چه به صورت فرده چه به صورت اطلاع گروهی اینا رو دعوت کنه در یه اپوزیسیون در بالاترین سقفش، نه اون به اصطلاح نهایتا دولت در تبعید یا پارلمان در تبعید تشکیل بدن. من فکر می‌کنم خب شما با دنبال کردن برنامه لاجوردی میتونین، حالا چه شما چه آقای دایی، من درخواستم از آقای دایی اینه که شما هم بپیوندید و حداقل در بحث‌های آزاد این برنامه‌ها در روز جمعه شرکت کنید. با حالا من سفارش شما رو با آقای لاجوردی کردم، شما میتونید خودتون با آقای لاجوردی تماس بگیرید و ببینید. من یکی از اعضای معروف و شاخص اپوزیسیون، چه شما آقای میبودی چه آقای دایی. تشکر میکنم، ممنونم. درود بر شما، بفرمایید. سلام آقای میبودی، من محمد هستم، از آلمان دارم صحبت میکنم، از کلن. خواهش میکنم، بفرمایید. قربان صدای تلویزیون تو کم کنی، به من بفرمایید تصویر و صدا رو خوب دریافت میکنی؟ از آقای خیلی متشکر بر از برنامه های خوب. قربان صدای تلویزیون تو کم کنی؟ تصویر خیلی خوبه، صدا هم خیلی خوبه تو آلمان. بسیار عالی، اگه لطف کنید
صدای منو گوش کنید، صدای اون تلویزیونتون کم کنید، با تلفن صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید. سلام جناب پادی. سلام عزیزم، در خدمتتونم. این جریان داعش که مطرح میکنی خیلی ممکنه سوء استفاده کنن، بیان میگن آقا داعش ممکنه به ایران حمله کنه. آقا فقط من دلم میخواد آقای داعش یه تفاوتی بین داعش و رژیم جمهوری اسلامی بیان کنن که مثلا در پای شاید تنها تفاوتی که بین این دو رژیم هست اون سر میباره، این اعدام میکنه و چش در میاره و سلول انفرادی میکنه و دست دست کارگران رو شلاق میزنه، بیچاره دانشجوها رو شلاق میزنه. یک دومین سخنرانی که خامنه امروز کرده از فساد، نمیدونم دوره طاغوت و نمیدونم از این داستانا که خودشون غرق در فساد و دروغ و ریاست، اگه میشه توضیح بدم. خیلی تشکر. تشکر، ممنونم. درود بر شما، میفرمایید. دو تلفن یه بعد وارد منزل بعد نظرات آقای دایی گوش میکنیم و میریم مجددا با شما خواهیم. بفرمایید. هم بفرمایید. قبل از هر چیز صدای شما توی کامپیوتر دیگه وجود نداره، فقط تصویر هستش. عجب. آقای شهرتی الان چه؟ ما نمیتونیم به برنامه شما از طریق کامپیوتر نگاه کنیم، فقط تصویر هست. یکی این، یکی هم که شما آقای باریکبین یا تاریکبین رو مرتب به صلاح میارید، ازتون خواهش میکنم، یعنی نمیارید، خودش پامیشو به صلاح میاد، ایشون رو تشویق میکنم که بیشتر وارد بشه، چون بیشتر به صلاح مردم به موجودیت رژیم پی میبرن. و میخوام به ایشون هم نام آقای فریبکار رو بدید به جای تاریکبین یا باریکبین. همین قربان، لطف بفرمایید ریستارت کنید کامپیوترتون، چون صدا هست رو کامپیوتر. یه خاموش روشم ممنونم. ممنونم از شما. درود بر شما، بفرمایید. دیگه زنگ نزنید تو بعد میریم منزل، بعد بازم با شما خواهیم بود. بفرمایید. آقای دایی من یه سوال داشتم. آقای دایی تو ترکیه الان عجیب شایع است که این آقای رضا زراب با دو فرزند آقای اردوغان تحریما رو دور میزدن و پولشویی میکردن و تمام مسائل برمیگرده به خود آقای اردوغان و ظاهرن جانش در ترکیه به این خاطر در خطر بوده. شما چطور میبینید این داستانو؟ سپاسگزارم. ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم دیگه زنگ نزنید. آقای دایی بفرمایید. بله، عرض کنم که اولا قسمت آخریشو که به نظر خود منم گفتم خدمتتون که یکی از خطراتی که زراب حس میکرده احتمالا از جانب خود ترکیه هم بوده که اینو سربنیست بکنه، یک بلای سرشون برخصت خیلی آلوده بوده با به سر دولت آقای اردوغان. این بوده، این خط واقعی جدی. اما دو تا سوال در مورد داعش بود. ببینید، من خیلی کوتاه توضیح بدم. بعد از حمله آمریکا به عراق، یک به سر بخشی در مناطق سنی نشین در مخالفت با آمریکا تشکیل شد. سنی های بسیار افراطی القاعده‌ای بودند، رئیسش نما ابو مصعب الزرقاوی بود، اردنی‌الاصل بود که از افغانستان اومد و اتفاقا بارها از جمهوری اسلامی هم عبور کرد، مورد حمایت هم بود. اینها در اواسط یا بین 2004 تا 2006 فعال شدن، اومدن یه گروه اول القاعده در عراق رو تشکیل دادن، بعد آرام آرام اسمش شد دولت اسلامی در عراق. تا سال 2010 تقریبا اینها از بین رفتن. به قول آمریکا وقتی اومد فلوجه و اینها رو پس گرفت، خود سنی ها هم همکاری کردن، تقریبا اینها کاملا از بین رفتن. بعد از سال 2011 که آمریکا از عراق بیرون اومد و نوری المالکی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بود سرکوب سنی ها رو افزایش داد در مناطق سنی نشین عراق، در اعتراض به دولت مالکی و سیاست های فرقه گرایانه شورش شد در برخی بسیاری از مناطق، تقریبا دیگه حکومت بسیار ضعیف و یا حضور نداشت. این در عراق. در سوریه هم بعد از سال 2011 که مردمشون قیام کردن، اول ارتش آزادی بود و سرکوب شد توسط بشار اسد، مردم رو کشتن، جمهوری اسلامی هم کمکش کرد، نیروهای معتدل که از بین رفتن نیروهای افراطی نزدیک به القاعده اونجا هم رشد کردن. اول در سوریه در سال 2013 و 2014 این گروه داعش هستش در اونجا تشکیل شد. بعد کیا بودن؟ همون کسانی بودن که قبلا در عراق بودن تا سال 2010 بین رفت بودن، مثل ابوبکر بغدادی. اینا چون در سوریه منطقه امن پیدا کرده بودن رشد کردن، از فضای رادیکال استفاده کردن و بعد اومدن تو خود عراق، چون در منطقه سنی شورش بود تونستن خیلی از جاها رو مثل موسلف، همین فلوجه که الان درگیری هر رمادی و اینها رو بگیرن. بنابراین
داعش سنی های افراطی نزدیک به القاعده بودند ریشه‌ای که در شرایط سرکوب سنی ها در عراق و در شرایطی که فضای بسیار رادیکال ضد بشار اسد تقویت شده بود و گروه میانه بسیار ضعیف شده بودند رشد کرد در اینجا و به این وضعیت رسید. تفاوتش با جمهوری اسلامی اینه که هر دوشون به اعتقاد من بنیادگران، این سنی اون شیعه است. تفاوتشون اینه که جمهوری اسلامی الان حکومت دستشه. نوع سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه و کارهایی که با داعشی که میخواد یه حکومت تشکیل بده خب تفاوت میکنه. تازه خود جمهوری اسلامی هم توی 30 سال نیا بکنید سرکوبش تفاوت کرده. دهه 60 صد تا شبها اعدام میکرد و میکش. الان چون سیستم سرکوبش پیشرفته تر شده تونسته یه نسل از مخالفین رو از بین ببره، دیگه نیازی به اون نوع برخورد نمیبینه. تفاوت در میزان سرکوب نیست، در شکل خارجی طبیعتا ماهیت سرکوبه. هم داعش و هم جمهوری اسلامی زن ستیزن، ضد تمدنن، یهود ستیزن، دیکتاتورن، قرون وسطایین و اسمشون رو میشه گذاشت بنیادگرایی اسلامی. چه نوع شیعه است چه نوع سنیش این به اعتقاد من. تشکر میکنم توضیحات آقای دایی عزیز. اما